همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی علیه سوریه و پایان آخرین روز ضرب العجل اتحادیه عرب و حکومت این کشور برای دست برداشتن از خشونت علیه معترضان، بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است کشورش اجگاهی در برابر فشارهای بین‌المللی سرخم نخواهد کرد و مبارزش را علیه گروه‌های حراس افغان همچنان ادامه می‌دهد. وی بار دیگر هشدار داده است که هر گونه حمله نظامی در سوریه سبب زلزله شدید در خاورمیانه خواهد شد. آقای اسد در مصاحبه با روزنامه بریتانیا سند تایمز گفته است وی باور دارد که اتحادیه عرب به دلیل عضویت کشورش را به حالت تعلیق درآورده که راه را برای مداخله کشورهای غربی در مسائل داخلی سوریه باز کند. گفتن است پیش از این نیز تعلیق عضویت لیبیا از اتحادیه عرب سبب شد فشارهای جهانی بر آن کشور بیشتر شود که در نهایت به حمله نظامی منجر شد. در همین حال فعالان سیاسی این کشور میگویند حکومت آقای اسد در آخرین روز باقی مانده ضرب العجل اتحادیه عرب همچنان به سرکوب مخالفانش ادامه داد که در نتیجه 24 تن از معترضان آن روز گذشته کشته شدند. هرچند پیش از این اتحادیه عرب گفته بود قصد دارد هیئت را برای نظارت بر روند صلح به این کشور بفرستد، اما حکومت سوریه گفته است در صورتی که شمار ناظران از 500 تن به 40 تن کاهش یابد اجازه خواهد داد وارد این کشور شوند. پیش از این نیز آلن ژوپا وزیر خارجه فرانسه خواستار اقدامات جدی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه دولت سوریه شده، گفته بود زمان آن فرا رسیده تا تحریم‌های شدیدتر علیه این کشور اعمال شود. وزیر خارجه ترکیه نیز گفته بود دلیل این که بیشتر افسران نظامی سوریه از چارچوب ارتش این کشور کنار رفتند، احتمال آن وجود دارد که بحران تازه این کشور را به یک جنگ داخلی روبرو سازد.